برای هر نسلی که داستان نوح رو تعریف کنی، از اینکه یه آدم میتونسته 900 سال عمر کنه تعجب میکنه. بعضی خیال میکنن داستان نوح فقط یه معجزه بوده که برای یک شخص اتفاق افتاده، ولی با بررسی کتاب دینی به این نتیجه میرسیم که تمام آدم های همعصر نوح به همین قدر، یعنی 900 سال 1000 سال عمر کردن. از جمله توی کتاب قرآن نوشته نوح 900 سال قومش رو به خدا دعوت کرد ولی اونا نپذیرفتن، و این نشون میده که همه اون آدم ها اما 900 سال این دعوت رو شنیدن ولی قبول نکردن، و پس همه آدم های همعصر نوح 900 سال عمر کرد. من علی فرنه هستم و پژوهشگر دینیم، در مورد دینهای مختلف مطالعه و تحقیق میکنم و ویدیوهای درباره‌اش رو میسازم. پس اگه دوست داریم ببینیم چطوری آدم ها میتونن 1000 سال 900 سال عمر کنن، این ویدیو تا آخر با من همراه باشید. در ادامه داستان پیدایش انسان در کتاب تورات ما اطلاعات خیلی جالب و عجیبی در مورد انسان‌های اولیه توی کتاب پیدا می‌کنیم که یه مقدار بودنش اونجا عجیبه و نیازی حس نمیشه. مثلا فرض کنید اسم آدم رو و بچه‌هاش رو نسل به نسل و دونه به دونه می‌نویسه و عمر اونا رو ذکر می‌کنه، و این اطلاعات به نظر میاد خیلی مفید نیست تو کتاب مقدس. اما از این لحاظی که من دارم این ویدیو دارم توش بحث میکنم، این اطلاعات اتفاقا خیلی مهم میشن. حالا من میخوام اون اسامی رو به ترتیب و با عمراشون براتون بخونم و به اینا دقت کنید. تو قسمت های بعدی ویدیو یه سری نکاتی اشاره میکنیم که به اینا ارتباط داره. عمر آدم توی کتاب تورات 930 سال ذکر شده، و پسر اون، پسر سومش شیس که میشه گفت پسر خلفش بود و کلا میشه گفت که نسل انسان‌ها از پسر سوم حضرت آدم هست، 912 سال بود، و پسر شیس یعنی انوش 950 سال عمر کرد، و بعد پسر بعدی یعنی پسر انوش که اسمش قمیان بود 910 سال عمر کرد، و پسر بعدی مهلئیل 850 سال عمر کرد، و بعد از اون نفر بعدی یارد بود با 962 سال عمر، و نفر بعدی خنوخ بود که زندگی خیلی عجیبی داشت و توی کتاب تورات نوشته شده که اون با خدا راه میرفت و خدا اونو با خودش برد و دیگه دیده نشد، و تا 365 سالگی مردم اونو دیدن و بعد از اون دیگه کسی اونو ندید، و بعد پسر خنوخ متوشالح 969 سال عمر میکنه، و پسر او لمک 777 سال زندگی میکنه، و بعدی یعنی پسر لمک همون نوحه که میشه گفت نقطه عطف داستان ما و ویدیو ما هم زندگی نوحه، و نوح هم 950 سال عمر میکنه. این اسامی که خوندم در بخش پنجم از کتاب سفر پیدایش داخل کتاب توراته. اگه دوست دارید اینا رو بخونید میتونید کتاب تورات رو از اینترنت دانلود کنید، برید اون بخشا رو بخونید تا ببینید که اطلاعاتی که من دارم بهتون میدم کاملا درست و صحیحه. اما نکته ای که مهمه اینه که قبل از اینکه به نقطه عطف این داستان که همون طوفان مهم ما برسید، خدا قبلش توی داستان میگه که عمر انسان‌ها 120 خواهد بود. این برداشت نمیشه که خدا خودش اینو تعیین کرده یا خدا خواسته که اینطور باشه. خدا یه جورایی میشه گفت پیشبینی میکنه، میگه که اینطوری میشه، اینطوری خواهد شد، و این نشون میده که بر اساس شرایط و تغییرات شرایط آدما و انسان ها و زمین این اتفاق قرار بوده بیفته. تا قبل از طوفان آدما حق داشتن تمام سبزیجات و میوه‌جاتی که دانه دار است رو بخورن، ولی بعد از طوفان خدا به آدم آزادی عملی بیشتری میده، که حالا شاید اینا بر اساس نافرمانی خود آدم ها بوده و اینکه آدم ها تنوع طلبی کردن و رفتن دنبال خوردن چیزایی که نباید میخوردن. بعد از طوفان نوح خدا در مورد غذا و خوراک به انسان ها آزادی عمل بیشتر میده و به اونا میگه که هر جنبنده‌ای که حیات دارد خوراک شما باشد، همان گونه که گیاهان سبز را به شما دادم اکنون همه چیز را به شما میبخشم، اما گوشت را با حیاتش که خون آن باشد مخورید. اینا آیاتیه که تو کتاب تورات فصل نهم
آیه 3 نوشته شده و خدا بهشون میگه که باشه، از این به بعد شما میتونی کنار سبزیجات و میوه ها از جنبندگان هم بخورید، از مثلا حیوانات هم بخورید، اما قبلش به اونا پیشبینی میکنه، یعنی میگه که عمر انسان ها 120 سال خواهد شد. و حالا ما میریم نسل بعدی آدم ها رو که بعد از طوفان نوح میان رو توی کتاب مقدس سن اونا رو برای شما میخونم. خب توی فصل 10 از کتاب تورات موسی در مورد نسل آدم ها و پسران و نوادگان نوح و عمر اونا میخونیم، به این صورت که عمر نوح بعد از 950 سال تموم میشه و پسرش سام 600 سال زندگی میکنه و بعد میمیره و بعد پسر سام ارفکشاد 439 سال زندگی میکنه و پسر اون شلخ 433 سال زندگی میکنه و بعد میمیره و پسر شلخ یعنی ابر 464 سال زندگی میکنه و پسر بعدی فلج 239 سال زندگی میکنه. به این دقت کنید که عمر اینا داره کوتاه میشه. پسر بعدی رئو 239 سال، سروج 230 سال، ناهور 148 سال، تاره 25 سال، ابراهیم که ما همون میشناسیمش 175 سال زندگی میکنه، اسماعیل 135 سال. من بقیه رو نمیخونم، تا آخر کتاب اگه بریم عمر خیلی از افراد نوشته شده، ولی ما تا همینجا فقط نکته‌ای که میخواییم بگیریم و گرفتیم. توی نمودار هم که من براتون آماده کردم میبینید که عمر آدم ها در زمان قبل از طوفان، یعنی در زمانی که آدم ها فقط حق داشتن گیاهان و سبزیجات رو بخورن و یه جورایی میشه گفت که گیاه خوار بودن، توی اون دوران آدم ها حدود 900 سال عمر میکردن، ولی بعد از طوفان که خداوند به آدم ها اجازه میده هر جنبنده ای هر حیوانی رو بخورن، عمر آدم ها آروم آروم کوتاه میشه و به میانگین 120-130 میرسه، همون چیزی که خدا پیشبینی کرده بود که آدم ها عمرشون کوتاه خواهد شد. نوح 600 سال قبل از طوفان زندگی کرده بود و طوفان نوح در زمان 600 سالگی حضرت نوح اتفاق میفته و نوح بعد از طوفان 350 سالگی هم زندگی میکنه و بعد میمیره. اما عمر افرادی که بعد از اون میان، یعنی نوادگان و بچه هاش، آرمارو کم میشه و به حدود 100 سال میرسه و تنها چیزی که توی داستان تورات، داستان کتاب مقدس عوض شده، روش غذا خوردن و رژیم غذایی انسان ها بود. قبل از طوفان انسان ها گیاهخوار بودن و بعد از طوفان آدم ها اجازه پیدا میکنن شروع کنن به گوشت خوری و خوردن جانوران. البته اینطور به نظر میاد که خدا خواستش این نبود که آدم ها گوشت خوار باشن، ولی چون آدم ها خودشون سمت این رفتن، خدا هم بعدا بهشون اجازه رو میده و اجازه رو صادر میکنه و میگه شما میتونید از این به بعد حیوانات هم بخورید، ولی عمر شما کوتاه خواهد شد. در کتاب سفر پیدایش، اولین کتاب از کتاب های پنجگانه تورات موسی، فصل سوم، خدا به حوا بعد از اون خوردن اون میوه میگه که با درد فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و شوهرت به تو حکم خواهد راند. وقتی تاریخچه تکامل بشر رو مطالعه میکنیم میبینیم که مغز انسانها ابتدا کوچیک بوده و فک انسان ها بزرگ بوده، به خاطر اینکه اونا سبزی میخوردن و گیاهان رو میخوردن و نیاز داشتن زیاد بجوان و مغزشون کوچیکتر بوده. اما وقتی که انسان ها شروع میکنن به گوشتخواری، فک آدم ها کوچیک میشه ولی مغزشون شروع میکنه به رشد کردن و طبیعتاً جمجمه آدم ها هم بزرگتر میشه و هنگام زایمان بچه ها، چون این جمجمه بزرگه، زنها درد زیادی برای زایمان دارن و دقیقاً اون چیزی که توی کتاب مقدس هست با تاریخچه علمی تکامل انسان ها کاملاً برابری میکنه و مچه. خدا اونجا گفته بود که اون میوه ممنوعه که شما نباید بخورید برای شما درد و رنج میسازه و تو این داستان میبینیم که
عمر انسان‌ها رو در ابتدا کوتاه می‌کنه و بعدش از اینکه ما در امروز می‌دونیم که گوشت‌خواری عامل بسیار بیماری هست و این بارها دکترها به ما گفتن که گوشت سرطان هم می‌سازه گاهی وقتا برای بعضی از آدم ها. تو بدن بعضی از آدم ها سرطان می‌سازه، تو بدن بعضی از آدم ها چاقی درست می‌کنه و خیلی بیماری‌های دیگه. و این همون حرفی که خدا زده بود که با خوردن اون میوه ممنوعه که در ابتدا قارچ بود که یک جانور نیمه گیاهیه و بعد گوشتخواری آدم ها به دردهای زیادی مبتلا میشن و اینو ما امروزه فهمیدیم. در کتاب لاویان بخش سوم آیه 17 میگه که این است فریضه ابدی در همه نسل‌های شما، در هر جا که ساکن باشید هرگز چربی یا خون نخورید. این چیزی که خدا از ما خواسته توی کتاب مقدس و این احتمالاً چیزی که خدا تصمیم گرفته یا به ما توصیه کرده که اگر چربی یا خون بخوریم به بدن ما آسیب می‌رسیم. ولی متاسفانه امروزه می‌بینیم که همه در حال خوردن مثلا تخم مرغ، شیر، لبنیات، پنیر و خیلی چیزا هستن که داخلش چربی داره و اینا مضر برای انسان و اینا چیزایی که توی کتاب مقدس نوشته. توی کتاب‌های دینی مثل تورات و انجیل و کتاب مقدس مسیحیان نکته‌های خیلی زیادی در لابلای کتاب در مورد غذا خوردن و روش زندگی انسان‌ها گفته شده. توی کتاب امثال سلیمان فصل 6 آیه 17 خدا میگه که خداوند نگاه مغرور و زبان دروغگو و دستی که خون بیگناه را میریزد دوست ندارد. و این خون بیگناه غیر از خون انسان بیگناه میتونه خون حیوانات بیگناه هم باشه و خدا خودش توی کتاب مقدس در جاهای مختلف یه جورای اینو اومده پروفسی یا نبوت کرده که ما نباید این کار بکنیم یا باید این کار بکنیم. خدا از اینم جلوتر رفته و تو کتاب اشعیا فصل 6 آیه 33 میگه آن که گاوی ذبح میکند مانند کسی است که انسان میکشد و آن که برهی قربانی میکند همچون کسی است که گردن سگی را میشکند. اینان راه های خودشان را برگزیده اند و جانشان از اعمال قبیحشان لذت میبرد. ببین خدا داره میگه، خدا داره میگه که اولا کشتن یک گاو مثل کشتن یک آدمه و بعدش هم اینکه میگه من اصلا خوشم نمیاد. یعنی خدا واقعا به صورت مستقیم به ما گفته که از قربانی کردن حیوانات، کشتن حیوانات برای خوردن غذا خوشحال نیست و ما نباید برای خودمون توجیه کنیم که خدا قربانی کردن حیوانات رو برای ما حلال کرده یا گفته که ما باید مثلا گوشتخوار باشیم یا چیزی مثل این. اینا رو تو کتاب دینی باید واقعا بهش دقت کرد. در صورتی که اگه متون اصلی و معتبر، من کاری با قرآن و اسلام و اینا ندارم، خب کتاب تورات کتابیه که هزاران نسخه خطی ازش وجود داره و نسخه‌های اصلیش توی غار در اطراف دریای مرده پیدا شده و خیلی معتبره. کتاب اشعیا یکی از کتابایی که خیلی معتبره و تو موقعی قدیمیش کاملا پیدا شده. یعنی از متون دینی معتبر من اینجا استفاده میکنم. توی کتاب دانیال نبی داستانی میبینیم در ابتدای کتاب که خیلی عجیب و جالبه. دانیال پیامبری بود که در زمان پادشاهی به نام نبوکدنصر زندگی میکرد و در موردش هم توی ویدیویی که در مورد ماتریکس من درست کرده بودم و لینکشو این بالا براتون میذارم صحبت کردم و اونجا هم داستان توضیح دادم. اگه دوست دارید اون ویدیو رو هم میتونید برید ببینید، تو دیسکریپشن هم لینکش هست. توی این داستان دانیال قرار بوده خدمتکار پادشاه باشه توی یک قسمتی از خاورمیانه، فکر کنم آشور یا نینوا یا یه جایی بابل. آره بابل. دانیال توی این دورانی که خدمتکار بوده باید از غذای پادشاه میخورده و اونجا از این کار سر باز میزنه. در کتاب دانیال فصل 1 آیه 12 به بعد میبینیم این داستانو که میگه تمنا دارم خدمتگزاران خود را 10 روز بیازمایی
بگذار به ماه بوبات برای خوردن و آب برای نوشیدن بدهند. آنگاه سیمای ما و سیمای جوانان دیگر را که از طعام پادشاه می‌خورند ملاحظه فرما و طبق آنچه می‌بینی با خدمتگزارانت عمل نما. پس وی در این امر به سخن ایشان گوش داده و ایشان را 10 روز بیازمود. در پایان 10 روز سیمای ایشان از سیمای همه جوانانی که از تمام پادشاه خورده بودند نیکوتر و بدنشان سالمتر می‌نمود. پس ناظر تمام ایشان و شرابی را که باید می‌نوشیدند از آنان باز می‌داشت و به دیشان حبوبات می‌داد. و اما خدا به این 4 جوان دانش و مهارت در هر گونه ادب و حکمت عطا فرمود و دانیال از همه رویاها و خوابها فهیم گردید. این داستان که توی کتابای دینی، توی کتاب دانیال نبی نوشته شده و قبرش هم داخل شوش در داخل خوزستان امروزیه و قبرهای دیگه هم تو شهرهای دیگه مثل سمرقند و نینوا داره، یه داستانی که نکته خیلی مهمی ازش داره. اول اینکه توی تاریخ فردی که گیاه‌خوار بوده باشه ثبت شده، خب توی کتابا داره. دوم اینکه نتیجه این گیاه‌خواریش این بوده که این فرد سالمتر از بقیه و جوانتر از بقیه بوده و اینکه گیاه‌خواری باعث میشه آدم‌ها جوانتر بمونن و طول عمر آدم‌ها بیشتر بشه یه نکته تاریخی ثابت شده است و از زندگی دانیال نبی ما میتونیم اینو درک کنیم. و بعدش هم اینکه داستانای عجیبی در مورد دانیال وجود داره و اون اینه که یکی از اونها اینه که دانیال قبرش خیلی بزرگه، یه قبریه که حدوداً 20 متر یا 28 متر فقط طول داره و این خودش نشون میده که زندگی این آدم عجیب بوده، زندگی اون آدم با آدمای دیگه فرق داشته و این برمیگرده به تغذیه این آدم احتمالاً. جلوتر از دانیال که میریم در کتاب هوشع فصل 6 آیه 6 میگه که زیرا محبت را میپسندم نه قربانی را و معرفت خدا را بیش از قربانی های تمام سوز میپسندم. و این نشون میده که خدا خودش داره میگه که من علاقه به قربانی کردن و کشتن حیوانات ندارم. این آیه تو کتاب هوشع به نظر خیلی ساده میاد ولی جلوتر که بریم تو عهد جدید این آیه به نظر من خیلی پیشبینی مهمیه که خدا خودش میخواسته انجام بده و از قبل داشته خبرشو میداد و حالا اونو اونجا بررسی میکنه. به من خیلی از شما تا حالا یه جوری کنجکاو شدیم که این گیاه‌خواری چیه و ما چجوری میفهمیم، مثلا چجوری میتونیم اطلاعات در موردش پیدا کنیم و خیلی سوالات تو ذهنتون هست و دوست داریم درباش ببینیم. و به خاطر همون میخوام یک کتابی رو در همین زمینه بهتون معرفی کنم که این کتاب تمام موضوعات گیاه‌خواری توضیح داده و منطق پشت اونا رو یه جوری میشه گفت خیلی قشنگ توضیح داده و بررسی کرده. لینک این کتاب رو من توی دیسکریپشن میذارم اگه دوست دارید در مورد این گیاه‌خواری و خام گیاه‌خواری اطلاعات بیشتری کسب کنید میتونید این کتاب رو دانلود کنید و بخونید. Footage also shows workers spraying these sensitive animals in the face with hoses and slamming them with metal gates. Mother cows and babies share a strong bond. But at this farm, calves were ripped away from their mothers shortly after birth. This is standard practice on dairy farms so that the milk they produce for their newborn babies can instead be sold for human consumption and death. تو این شبکه من به مسائل دینی و سیاسی و مسائل مختلفی توی فیلم‌های سینمایی می‌پردازم. این شبکه من سابسکرایب کنید و فیلمای من دنبال کنید و در آخر هم 2 تا از فیلمایی که مربوط میشه به همین موضوع رو در آخر براتون اینجا میذارم. اما یادتون باشه که هرچی من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در بیارید.